شکر خدا. مهدیان معتاد سلام مهدی. سلام دوستان، خدا شکر میکنم که امروز هم مصرف کننده هیچ گونه دودی نبودم. خدا شکر میکنم که بین شما هستم. من خودم باورم نمیشه به این روزا رسیدم، ولی خب اول میخوام فقط از خداوند تشکر کنم. من بعضی موقع اصولم رعایت نکردم که این 6 سال کمکم کرده و ازش ممنونم که اون اول آخر اونه. من تونستم به کمک خدا تا حالا پاک بمونم. تا 5 سال پاکیم دنبال تایید طلبی هم بودم. وقتی میومدم تو کمپم دنبال تایید طلبی بودم، جلسه هم میرفتم، خواستم همه منو ببینن که من چقدر خوبم. ولی الان اینجوری نیستم. میگم 5 سال بعد یه اتفاق دیگه میفته. واقعا یه اتفاق دیگه یه برام افتاد. خدا رو شکر مهدی جنگجوی، با همه جنگ داشتم، با خانواده، با بیرون، بود این تبدیل شده به آدم آروم کردن. من 5 ساعت اینجا بشینم قشنگ میتونم با آرامش بشینم. خب منم مثل شما اینجا بودم، 5-6 ماه هم بودم، اذیتم شدم، ولی خب این خونه رو ول نکردم. هر هفته اینجا بودم. الان کارم زیاد شده، ولی تا یه سال پاکی که هر روز اینجا بودم، با اینکه جلسه اینجا حتما میرفتم، هر روز میرفتم، ولی اینجا هم میومدم. و حالا تا چند وقت بشم حتما جمعه، پنجشنبه، جمعه، هفته یه بار، دو هفته یه بار سر میذارم به خونه. این خونه ای که من نجات داده از گذشته تاریکم. دنبال تایید نیست نبودم، ولی الان کیف میکنم که مثلا مادرم یه جوری من نگاه میکنه. مادری که پشت این در میومد فقط میخواست ببینه من زندم، بفهمه من اینجا توی خونم. الان همه زندگیش دست منه، هم حسابای بانکی، پولش، اختیار زندگیش تماما در اختیار منه. دنبال این حرفو نیستیم ما، ولی خب بالاخره یه عمر تو سری خوردم به خاطر مصرف مواد مخدر. الان جایگاهم خوبی دارم تو خانواده، که برام اول مادرم از همه کس برام مهمتره، که اون هر موقع منو ببینه میدارم واسه تنگ شده، حتی یه سال قبل هم ببینه دلش واسه تنگ. از خدا ممنونم که به این زن در آرامش منو ببینه، برام خیلی مهمه. و اینکه خب منم گذشته تاریکی داشتم، میخوام گذشتم بگم. در بداغون بودم دیگه، فکر نمیکردم هم بچه های اینجا که من گذارم، هیچ کدوم خودم فکر نمیکردم پاک بمونم. از دیگه خدا کمکم کرد، در جلسه اینه نشستم. و عمو جابر همیشه میگه من که اون مصطفی نامی تعریف میکنه که گفته من خورد میکنم یکی رو دوباره میسازم، منو خورد کرد و دوباره از اول ساخت میکرد. من یه آدم دیگه بودم که من خوردم کرد دوباره از اول ساخته شدم. و خب بچه ها همه کار میشه به والله بعد پاکی. حالا من دنبال پولم هستم، ولی همه چی اتفاق میفته خدا شاهده. الان چرا ما نباید پیشرفت کنیم؟ چرا ما نباید با بقیه تفاوت کنیم؟ چرا ما نباید آدم جدا متمایز باشی با بقیه؟ به خدا الان من تو بازار دارم کار میکنم، خیلی ها اصلا حسرت من 40 سال 30 سال تو بازار حسرت روزای منو میخورن. نمیگم بعضم خوبه، خدا یه اعتباری بهم داده، کار داده، زحمت کشیدم، دارم تلاش میکنم، یه زن خوب به من داده. بعد حالا من میگم خدای اینه، حالا از میگم که خدای اینه با بقیه فرق میکنه. چرا من تمام هیئت ها و مساجم رفتم، من نجات پیدا نکردم، ولی تو منم تو اینه خدای اینه یا هر چیزی هست من نجات داد. و الان اعتبار خوبی تو بازار دارم، با اینکه خیلی تکمک دارم بیرون، ولی اعتبار خوبی دارم. من میخوام بگم شدنیه. کسانی که به طور مرتب در جلسات شرکت میکنن پاک میمونن. من یرخی پاک نموندم، حالا همینجوری الکی بیام بالا اینجوری نبودم. من صبح رفتم جلسه، ساعت 6 صبح خونه رفتم بیرون، رفتم جلسه بی بارون. اوایل پاکی مادرم بهم پول نمیداد، میگفت میترسم بری مصرف کنی، انزه پول سیگارم و کرای ماشین هم بهم میداد، یا میمادم کم، یا میرفتم جلسه، چیز دیگه ای نداشتم. ولی رفتم جلسه، حمایت کردم جلسات و خدمت کردم. حالا شاید بعضی میگم بابا این چی میگه بیرون اومده. به خدا من روزای سخت‌تر از شما اینجا داشتم، بچه‌ها خدمتگزار اینجا میدونن، روزای سخت‌تر از شما داشتم اینجا. اولین بارم بود، اولین کمپم بود، ولی به کمک جلسات و دوستان بهبودی و هر موقع اومدم اینجا عمو جابر با روی خوش من برخورد کرد، خدمتگزارا با روی خوش آدم برخورد. خیلی خوبه که اینجا با روی خوش آدم برخورد میکنن که آدم بره برگرده، با اینکه خب خیلی اذیت شده بودم، ولی خب اومدم جلساتم رفتم.
و اینکه دنبال پول نبودم، ولی تو راهی گفتم ازدواج کردم که مجبورم کار کنم یه دختری که من تکیه کرده رو خوشبختش کنم. بالاخره اون یه خواسته هایی داره که من براش باید الانم سرشم بود کردم، همه تون رو دعا کردم، اون دخترم دعا کردم، از خدا خواستم کمکم کنم اون دختر خوشبخته که به یه امید اومد زندگی من و یه با یه آدمی که یه کله خرابی داره و یه ماسکی زدم که از اون حالت بیام بیرون، ولی درون خودم هنوز خب بالاخره یه حالت من چندین سال مصرف محرک می‌کردم، ولی سعی می‌کنم بروز دادم کارمو بذارم بیرون، مشکلاتمو بذارم بیرون خونه و وارثم. همین الان که نشستم اینجا شام مشکلی داشته باشم، ولی ربطی به اینجا نداره، مشکلات من مال خودمه و باید حلش کنم. نمی‌خوام پر حرفی کنم، می‌خوام از خدمتگزاران خونه تشکر کنم، از حالا اسمشون نمیارم و اینکه از آقای یوسف هم ممنونم، منو خیلی کمک کرده. و اینکه بازم میگم کسانی که به طور مرتب در جلسات شرکت میکنن پاکی مانند. من 14 سال مداوم مصرف محرک داشتم، یعنی نمیخوام اسم اون مواد بیارم، یعنی همیشه همراهم بود، همیشه فکر نمیکردم، فکر همیشه کم میکردم، مثلا روزی دو تا دود میگیرم، ولی هیچ موقع فکر نمیکردم بتونم ترک کنم و این کار انجام شد. حالا ازدواج کردم، بالاخره مغازه گرفتم، اینا دیگه چیزای بعدیه، مهم اینه که من امروز پاکم. من یه آدم شلخته بودم تو کاسبیم، کارم که میکردم فاکتوری که مینوشتم اونجا به دست مینوشتم، مثلا بعضی موقع مثلا یکی بالا میگرفتم پایین میگرفتم. امسال بعد از پاکی مهمترین کار زندگیمو انجام دادم، کارمو سیستمی کردم. الان عید از اول عید دارم جنسامو میشمارم، وارد کامپیوتر کردم، حسابدار گرفتم. من باید تغییر کنم که به زندگیم اداره بشه، اگه میخوام همونجوری آدم قبل باشم که اصلا به درد نمیخوره. ولی بازم میخوام از خدا تشکر کنم، خدای منو کمکم کردی، من لیاقت این چیزا رو نداشتم به این شدت. خیلی آدم خیلی من به خانواده‌ام مادرم خیلی اذیت کردم و اینکه، ولی خدا بهم کمک کرد، لطف کرد و بازم از عمو جابر تشکر میکنم، خیلی دوستش دارم. همیشه با پشترش هم گفتم عمو جابر بدون منت کار انجام میده. تو کمپای دیگه کسایی هستن دنبال زد و بندن، اسم نمیارم، میشناسه خود عمو جابر کیا رو میگم، ولی ایشون اصلا دنبال زد و بند، هیچ کدوم خدمتگزار اینجا دنبال زد و بند نیستن و ازشون ممنونم. خیلی ممنون که صحبت های من گوش دادید.